همزمان با برگزاری 41مین نشست سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو که وزیران کشاورزی و نمایندگان 194 کشور عضو این سازمان را در مقر فاو در روم گرد هم آورده است، نامزد پیشنهادی چین به عنوان مدیر کل جدید فاو انتخاب شد. چو دانگیو که توانست اکثریت آرای مطلق را در دور اول کسب و به ریاست این سازمان انتخاب شود، پیش از این در مقام معاون وزیر کشاورزی چین مشغول به کار بوده است. محمد حسین عمادی نماینده دائمی کشورمان در فاو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در روم گفت انتخاب ریاست جدید فاو با رأی بسیار قوی نشون دهنده چند عامل و چند دلیل مشخص است. اولین دلیل افزایش شدید شکاف فقیر و غنی و افزایش شمار افراد گرسنه در جهان که متاسفانه در 2 سال گذشته رو به افزایش بوده و این نشون دهنده نگرانی کشورهای عضو به خصوص کشورهای جهان سوم است. دومین دلیل در واقع تضاد منافع و اختلاف منافع است که به طور جدی در بین کشورهای در واقع شمال جنوب به وجود اومده و این باعث شد که کشورهای گروه 77 با همت جدی و قوی حمایت خودشون رو از کاندید چین در این زمینه وجود بیارن. و مسئله سوم در واقع عدم هماهنگی و عدم سیاست و استراتژی مشخص کشورهای شمال به خصوص کشور آمریکا بود در زمینه حمایت از کاندید، و تفرق بین اروپا و آمریکا عملا باعث شد که در واقع رأی به سمت کشور چین کشیده بشه و بالاترین رأی رو در طول تاریخ فاو رهبری جدید و مدیریت جدید فاو داشته باشه. چو دانگیو از تاریخ 10 مرداد ماه آینده فعالیت خود را به صورت رسمی در جایگاه مدیر کل فاو به مدت 4 سال آغاز خواهد کرد. به گفته کارشناسان، پیروز چشمگیر نامزد کشور چین برای ریاست سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد نشان دهنده نقش تاثیرگذار کشورهای در حال توسعه و همزمان روند رو به کاهش نقش کشورهای غربی به رهبری آمریکا در این سازمان. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.